سی سال این رژیم داره مردم رو گول میزنه در همین سفرهای استانی. این هزار تیر، این کثافت، این خائن، این جانی احمدی نژاد به منظور وعده های توخالی، فریب مردم، مردم نادان، ترویج خرافه پرستی و موهومات در گوشه و کنار کشور سه ساله داره صورت میگیره. این رئیس جمهور اسلامی که درس روزخانی و شیادی رو در مکتب استادان شیاد خودش به خوبی آموخته، در جمع مردم درمانده شهرستانها و شهرها به روزخانی میپردازه و شکمهای گرسنه تودههای محروم رو به ظهور مهدی موعودی فرا میخوانه که با ظهور خودش جهان رو مملو از عدل و داد بکنه، بشارت میده پادشاها، امید ما، آسه برنده ما، رهبر ما، پادشاه ما، وارث تاج و تخت ما، چرا شما در مصاحبه ای امروز در رادیو اسرائیل که چند میلیون هموطن ما در درون مرزهای ایران با آتش این رادیو رو گوش میکنند و هر رسانه ای که به ایران میره، چرا به هیچ شک از این مسائل نپرداختید؟ چرا در یکی از مصاحبه هاتون از این طریق، یعنی این شکل مصاحبه ها مثل رادیو اسرائیل که فارسی صحبت میکنه، این رهبران این رژیم رو خطاب قرار نمیدید، این جانیان رو با نام جنایتکار معرفی نمیکنید تا اون مردم در درابه آقا یکی داره حرف دل ما رو میزنه؟ چرا؟ اگر لیمیتیشنی در کاره اصلا بهتر کار نباشه، از یک طریق دیگری سریعتر میتونه پیش بره. احمدی نژاد چند روز پیش، همتون میدونید، در سفر تازه استانی خودش در میون مردم زنجان میگه چاقوی زنجان برای کارهایی مثل آشپزی استفاده میشه، اما دشمنان بدانند که اگر قصد تعرض به این کشور رو داشته باشن، منظورش آمریکا و اسرائیل و اینا نیست، منظورش اون مردمیه که ما ازشون میخوایم نافرمانی مدنی بکنند. خب گوش کنید، بازی داده چجوری در درون پیش میره، چگونه در برون ما داریم عمل میکنیم. او داره از مردم ایران رخصت گیری میکنه، داره زهرشون رو آب میکنه، میگه اگر قصد تعرض به این کشور رو داشته باشن، نمونه بارز صحت صحبت های من اون 30,000 تا چاقوکش و اوباش و عرازلیه که تو خیابونه های تهران ریختن و هنوز هم هستن پراکنده، زنجانی ها با همین چاقو دست و پای آنها را قطع خواهند کرد و یک تودهنی به آنها خواهند زد که راه خانهشان را گم کنند. قبل از اینکه در مورد دشمنانی که احمدی نژاد از اونها یاد میکنه و بریدن دست و پاشون رو به وسیله چاقوی زنجان وعده میده، سخنی بگویم. بی مناسبت نیست که در اینجا اشاره کنم به نوع فرهنگ و ادبیات احمدی نژاد که به دل هوادارانش و پاره ای از مردم جاهل و بیفرهنگ می نشینه که در پای منبرش با نعره های مستانه الله اکبر تاییدش می کند. همان فرهنگ و ادبیات قبایل بدوی عصر حجر که با انقلاب اسلامی و توسط بنیانگذار کثافتش خمینی هندیزاده پاش به ایران باز شد، فرهنگ و ادبیاتی که در اون مدام از مرگ و خون و زجر و شکنجه و جنگ و خشونت و آدمکشی و نفرت از غیر خودی سخن گفته میشه و با آب و رنگی انقلابی و اسلامی رنگامیزی میشه و به اون وجاهت شرعی و قانونی انقلابی داده میشه. حکومتی که رئیس جمهورش چاقوکش باشه و مردم رو ترغیب به چاقوکشی و انقلابی بکنه، رهبرش خامنه ایش دائما مردم رو تهدید به مرگ و اگر کسی بخواد این کارو نکنه اونجوری میکنیم اینجوری میکنیم، مثل روز روشن 30,000 تا چاقوکش رو تو خیابون ها میریزن. این چه صحبت های بچگانه ایست با در خارج از کشور میکنی؟
احمدی نژاد که برای بیرون کردن رقبای سیاسی خودش از صحنه سیاسی پوستین کهنه و خونالود خمینی رو به تن کرده، در هر مناسبتی خودش رو پیرو راستین خط امام یعنی خط جنایت میخونه و سایرین رو به انحراف از خط امام متهم میسازه. و به باور بنده اگر خط امام رو خط دروغ و ریاکاری و خط جنون و خون، خط ضد ایران و ایرانی، خط بازگشت به اعماق تاریخ و اصل خرافه ها بدانیم که بوده و هیچ چیز غیر از این نیست، بدون تردید در میان وارثان و مدعیان خط امام احمدی نژاد یکی از صدیق‌ترین، با وفاترین و راستین ترین انسان هایی است که در خط امام خمینی باقی مونده، امام کثافتش، و داره حرف های حقیقی این رژیم رو میزنه. اونای دیگه هم همه جنایتکارن. خاتمی هم جنایتکاره، رفسنجانی و کروبی و طبسی و همشون جنایتکارن، اما آنها میخواهن وقت بیشتری بخرن. جنایاتی که در دوره خاتمی شد در طول تاریخ رژیم اسلامی انجام نگرفت. خیانتی که خاتمی به ملت ایران کرد، اون رفسنجانی پفیوز دوست یا همین سید علی شیره‌ای نکرد. احساس مردم رو دزدید، عشق مردم رو دزدید. بدون تردید در میان وارثان و مدعیان خط امام احمدی نژاد حقیقتا پیرو خط خمینی است، خط مرگ، خط جنون، خط خون، خط جنایت. احمدی نژاد که حتی ادبیات و نحوه سخن گفتن رو از خمینی آموخته و از او همیشه تقلید کرده. برای نمونه این جملات رو به خاطر میارید که خدمتتون الان عرض میکنم. من توی دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، خطاب به دولت شاپور بختیار. کاری نکنید که بیایم تهران و قلمهایتان را بشکنم، خطاب به روزنامه نگاران آزاد و مستقل که لب به اعتراض نسبت به جنایات و اقدامات اولیه رژیم کثیف و نوپای اسلامی گشوده بودن. ما برای معنویت و اسلام انقلاب کردیم، نه برای اقتصاد. اقتصاد مال خر است. زمانهایی که این صحبت ها می شد در خارج از کشور همه خواب بودند. خطاب به کارگران ایران که دستخواست های قانونی و معیشتی از حکومت جدید اسلامی داشتند. خمینی گفت جنگ رحمت الهی است، یک مش آدم نفهم با این جنگ مخالفند و به ما پیشنهاد میکنند که با صدام کافر صلح کنیم. یادتون میاد خمینی میگفت یک مش صهیونیست کافر اولین کعبه مسلمین رو غصب کردند، مسلمانان تکلیف شرعی دارند که بیت المقدس را و فلسطین را آزاد کنند. انشاءالله بعد از غلبه سربازان اسلام بر صدام حسین کافر و زیارت کربلا به کمک برادران مظلوم فلسطینی خواهد رفت. ملی و ملیگرایی خمینی میگفت مغایر با اسلام است. ما سیلی میزنیم تو گوش ملیگراها، همون ملیگراهایی که زیر عباش رفته بودن پسونکش رو دهنشون بود، ولی او میگفت تو دهنتون میزنم. پذیرفتن. 30 سال هم از هنوز منتظرن یه صندلی مجلسی چیزی بگیرد. خطاب به نیروها و شخصیتهای آزادی خواه و سکولار، به منافق و فدایی و کمونیست رحم نکنید، اینها محارب و دشمن اسلامند. خطاب به نسل جوانی از کسانی که دگراندیش بودند. انقلاب اسلامی ما، خمینی میگفت، یک انقلاب الهی است. ما تکلیف داریم این انقلاب را به همه جا صادر کنیم. خمینی میگفت انشاءالله بعد از غلبه سربازان اسلام بر صدام حسین کافر به سوی قدس خواهیم رفت.